جناب آقای لطفی، خبرنگار محترم خبرگزاری دانشجو و رسانه بعدی آخرین خبر. سلام جناب آقای سخنگو، عرض خدا اولت. خواستم بدونم که جزئیات طرح مسکن و ساخت 4 میلیون مسکن در چیزی که شعار داده بودن و قرار بود اجرا بشه تا در حال حاضر به چه نحو جلو رفته و جزئیات این طرح به چه شکل است؟ با تشکر. عرض کنم خب مطابق شعار و وعده داده شده، برآورد اولیه برای تأمین مسکن 4 میلیون مسکن در طول این 4 سال صورت گرفته. میدونید این هم وعده دولت بوده هم تکلیف قانونی دولت هست. خب ثبت نام از متقاضیان صورت گرفت برای طرح نهضت ملی مسکن. بیش از 3.5 میلیون نفر فقط در طول همین مدت کوتاه برای این طرح ثبت نام کردن، نشان از استقبال مردم از این طرح داره و نشان از اعتماد مردم به این دولت و امیدی که مردم به ساخت مسکن و اجرای شدن این وعده دولت دارن. پیش از این هم در برای طرح اقدام ملی کمتر از 2 میلیون نفر ثبت نام شده بود که جمع این ثبت نام ها حدود 5.2 میلیون نفر متقاضی برای مسکن هست که همه اینها در دستور کار قرار داره. در خصوص اقدامات اجرایی صورت گرفته علاوه بر ثبت نام، تا کنون تقریبا 1 میلیون واحد یعنی سهمیه معادل سال اول زمین لازم تأمین شده برای اونها. برای بیش از این میزان یعنی بیش از 1 میلیون، اگر اشتباه در ذهنم نباشه، حدود 1.4 میلیون واحد هم جایابی هایی صورت گرفته برای اینکه انشالله بتونه مقدمات لازم برای تأمین زمین چه از جهت توسعه شهرها، چه از جهت ایجاد شهرها و شهرک های جدید و چه شهرهای زمین های موجود اقدام بشه تا صورت بگیره، تأمین زمینش صورت بگیره. عملیات اجرایی مطابق گزارش که وزارت محترم راه در اختیار من قرار دادن برای 570,000 واحد آغاز شده از این آمار و هماهنگی های بخشی و فرابخشی برای تأمین خدمات زیربنایی هم مثل مباحث بیمه، مالیات، پروانه ساخت، مسائلی که با حوزه شهرداری ها، با حوزه وزارت نیرو باید پیگیری بشه، در حال پیگیری و اجراست. 360,000 میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای اجرای طرح در نظر گرفته شده و سخت تسهیلات بانکی هم همون ابتدای دولت افزایش پیدا کرد برای این حوزه. برای کلان شهرها 450 میلیون تومان، سایر شهرها 400 میلیون تومان و مناطق روس، ببخشید تهران، عذرخواهی میکنم، تصحیح میکنم، تهران 450 میلیون تومان، کلان شهرها 400 میلیون تومان، سایر شهرها 300 میلیون تومان و مناطق روستایی 250 میلیون تومان در نظر گرفته شده و طول دوره بازپرداخت هم برای کمک به مردم افزایش پیدا کرده به 20 سال. اینها بخشی از اقداماتی است که در راه اجرایی شدن این طرح تا کنون انجام شده است. جناب آقای محمدی، خبرنگار محترم، آخرین خبر و رسانه بعدی خبرگزاری ایسنا. خسته نباشید سخنگو. بعد از ارسال اصلاحیه بودجه توسط رئیس جمهور به مجلس، مشخص شده که منابع صندوق‌های استانی پیشرفت عدالت از 66 هزار میلیارد تومان به 26 هزار میلیارد کاهش یافته. با توجه به اینکه بسیار از پروژه‌های مهم استانی از محل این بودجه تامین اعتبار میشد، فکری برای جبرانش شده تا این پروژه ها سال آینده مشکل نخورن؟ منابع لازم برای صندوق، عرض بکنم، صندوق های پیشرفت و عدالت چه در سطح ملی چه در سطح استانی از 2 محل تامین میشد. یکی از این 2 محل این عددی بود که شما بهش اشاره کردید، از محل بودجه عمومی هم علاوه بر این عدد 85 هزار میلیارد تومان در لایحه پیش بینی شده بود که از این مجموع این 2 محل به علاوه سایر روش های تامین مالی که برای این